اعدام پدیده درونی یا سیاسی؟ بعد از اعدام‌های مکرر جمهوری اسلامی پس از انقلاب ژنجیان آزادی و کلیه اعدام‌های تاریخی رژیم و حتی ما قبل آن در دوران سلطنت، این سؤال جای مطرح شدن دارد که آیا اعدام در حالت کلی یک موضوع جزایی امنیتی سیاسی است یا یک امر ایدئولوژیک عقیدتی اسلامی است یا نه یک موضوع درونی و روانی و عقلی ماست که در فرهنگ ما وجود پیدا کرده و شریعت و روایتی به آن بخشیده و همین موضوع به نظام‌های سیاسی یکی پس از دیگری این مشروعیت را داده که اعدام را به عنوان ابزار کنترلی و سیاسی مورد استفاده مکرر قرار دهند، به گونه ای که حتی یک نمونه راهپیمایی مردمی داخلی برای روبرو شدن و محکومیت اصل اعدام در جامعه ما شکل نگرفته. برای درک دلیل موضوع دو نمونه را از ابراز عقیده در خصوص روانپنداری مسئله اعدام با هم بررسی می کنیم. نخست این اظهار نظر خانم سالومه کارمند شبکه من و توست که همیشه ادعای دلسوزی و مهربانی برای مردم داشته و به نشانه دوست داشتن همیشه سگ کوچکی کنار دستش و در برنامه‌های تفریحی و انتقادیش حضور دارد را ببینیم که در گفتگوی توییتری او و شخصیش چنین آمده: اکانت اول، شما در باب عذاب در ایران صحبت می کنید. طرف به دلیل حمایت از حزب کومله اعدام شده. خانم سالومه، برای اینکه تروریستن میخواست نکنه جایزه بدن بهشون؟ در این اظهار نظر سالومه ناخودآگاه دست به درونش برده و اعدام را برای دیگری روا شمرده. این اظهار نظر، اظهار نظر یک سیاستمدار یا متفکر و در خصوص مشروعیت یا نامشروعیت اعدام نیست، بلکه اظهار نظر آنی و عادی یک شخص عادی است که حرف دل و درونش را به زبان آورده و کاملا مستند و حقیقی و قابل استناد است. دوم، توییت رضا تقی‌زاده مفسر سیاسی است که نوشته است کاک عبدالله شما همون قاضی محمد امروزی است که در دوم بهمن 1324 با پشتیبانی ارتش سرخ جمهوری مهاباد را اعلام کرد. کاک عبدالله نخست با مجاهدین و همپالگی‌هایش در اتحادیه احزاب کرد خیانت قاضی محمد را جشن گرفت و بعد منشور شما را امضا کرد. قسم روبا را قبول کنم یا دم خروس را. در این توییت تقی‌زاده که بسیار عصبانی است، ناخودآگاه یا خودآگاه آقای عبدالله مهتدی را با قاضی محمد مقایسه می کند. ما می دانیم که زنده یاد قاضی محمد به دست رژیم سلطنت آن زمان اعدام شد و حکومت انتظار داشت با اعدام قاضی محمد موضوع کردستان برای همیشه حل و فصل شود، اما چنین نشد و حالا آقای تقی‌زاده با قیاس مهتدی و قاضی محمد دقیقاً اعلام می کند که اعدام قاضی محمد روا بوده و مهتدی همون مسیر را می رود و برای ما این مسیر نارواست و اعدام مهتدی همانند قاضی محمد رواست. طبعاً شاید گفته بشود لزوماً نمی شود این برداشت را داشت، اما من هم میگویم نیازی نبود تقی‌زاده این قیاس را انجام بدهد و آوردن نام قاضی محمد در حال حاضر تحلیل ما را به واقعیت بسیار نزدیک خواهد کرد. او اعدام قاضی محمد را درست و مهتدی را در همان مسیر میبیند و اعدام او را در این مسیر رواسازی هم میکند. نمونه
شاید از صدها و هزاران نمونه از اظهار نظرهایی باشد که در جامعه ما از نخبگان گرفته تا اشخاص عادی که اعدام را عادی، روا و درست می دانند و هر یکی از آنها در صورت رسیدن به قدرت ممکن است این بعد درونیش را که جامعه هم به آن مشروعیت بخشیده مورد استفاده قرار دهد. حال برای مبارزه با این هیولای درون چه باید کرد؟ آیا این مسئله موضوع مهمی است؟ در یکی از بندهای منشور مهسا تأکید بر لغو اعدام شده و قوانین بین المللی و حقوق بشری آن را ممنوع دانسته، به خصوص در مورد سیاسی، اصلاً و به هیچ و جایز روا و مشروع نیست. پس اعدام موضوع مهمی است که باید در آینده زیر ذره بین قرار گیرد. باید جامعه آنقدر از روایتی دادن این مسئله به درون خیش آگاه شود و وجدان فردی و جمعی و افکار عمومی در مقابل این حکم بسیار مخرب سیاسی و اجتماعی عکس العمل درست داشته باشد. اعدام یک پدیده درون نهاد برای جامعه ایران بوده و هنوز کماکان وجود پررنگی دارد. عدم عکس العمل‌های اجتماعی قدرتمند در خصوص اعدام‌های دست جمعی سوی جمهوری اسلامی نشان از تثبیت این رواسازی در درون دارد. جامعه نسبت به قتل حکومتی ژینا عکس العمل تند نشان داد و اما اعدام نوید افکاری و اعدام روح الله زم و اعدام‌های دست جمعی دیگر آن قدرت اعتراضی لازمه را در جامعه نیافرید. انگار قتل اعدام رواتر از سایر قتل هاست. جامعه ما نیاز دارد پدیده اعدام را در درون و روان خود جستجو کند. حذف دیگری سرمنشأ وجود اعدام در روان ماست. بیاییم دیگری را حذف نکنیم، حتی یک تروریست داعشی و جاعشی هم بعد دستگیری حق دفاع از خیش را دارد و اعدامش روانی است. Oh.